بینندگان و شنوندگان فهیم آوای ایران درود بر شما با دو موضوع تحلیلی مهم در این ساعت و این بسته خبری در خدمت شما سروران گرانقدر هستیم شورش شبانه در زندان قزل حصار با صدای تیراندازی و شعارهای بی بر علیه خامنه ای اعتراف پزشکیان این طوری نمی شود ادامه داد دوستان عزیز اگر از فعالیت رسانهای ما رضایت دارید لطفا با لایک کردن این ویدیو و همچنین نوشتن دیدگاهتون در آخر این برنامه یاری رسانه تیم پرتلاش ما باشید شورش شبانه در زندان قزلحصار با صدای تیراندازی و شعارهای بیسابقه بر علیه خامنه ای. شب گذشته گروهی از زندانیان سیاسی در زندان قزلحصار با برگزاری مراسم یادبود در دومین سالگرد کشته شدن مسا امینی و آغاز اعتراضات سراسری 1401 روز یکشنبه علیه جمهوری اسلامی و علی خامنه ای شعار دادند. یک منبع مطلع روز دوشنبه 26 شهریور گفت که زندانیان سیاسی در این مراسم که قبل از آمار شامگاهی در محبته بند زندان سیاسی برگزار شد، شعارهایی از جمله خامنه ای زهاک میکشیمت زیر خاک مرگ بر دیکتاتور و زندانی سیاسی آزاد باید گردد سر دادند با وجود حمله نیروهای امنیتی برای خفه کردن صدای زندانیان فریادهای ضد نظام تمام زندان را به شور آورد و باعث شد بندهای داخلی قزرحسار نیز همزمان با زندانیان سیاسی فریادهای مرگ بر دیکتاتور سر بدهند بعد از گذشت یک ساعت یگان ضد شورش زندان با چندین دستگاه ماشین زرهی وارد محوطه زندان شدند و با پرتاب گاز اشکاور زندانیان را متفرق کردند. صدای آژیر خطر تا صدها متر خارج از زندان شنیده می شد. همچنین از بیرون زندان صدای تیراندازی شنیده شده است. بر اساس اعلام خبرگزاری حقوق بشر زندانهای ایران، وضعیت قزلحصار امروز صبح نیز ملتهب بوده و نیروهای ضد شورش هنوز مقابل درب اصلی آن مستقر هستند هنوز هیچ یک از مقامات حکومتی در این باره اظهار نظری نکردند های نظام هم این خبر را بایکوت کردند در سالهای اخیر گزارش‌های در خصوص شورش در زندانهای ایران منتشر شده است در جریان درگیری در زندان حصار در آزرماه سال گذشته یک زندانی کشته و چند تن دیگر نیز مجروح شدند در همین زمینه سال گذشته گزارشهایی از شورش در دو زندان در تهران و رشت منتشر شد بر اساس این گزارش ها تعدادی از زندانیان در این شورش ها جان خود را از دست دادند با وجود این آمار دقیقی از شمار کشته شدگان این شورش ها در دست نیست بنابر برخی از گزارش ها ایران یکی از کشورهای پرزندانی است و در حال حاضر سه برابر ظرفیت زندان های جمهوری اسلامی زندانی وجود دارد اعتراض های دو سال گذشته در کنار چند دهه مقاومت گروه های مختلف اجتماعی برابر جمهوری اسلامی باستاب شکاف بین مردم و حکومت و کاهش کارکرد دستگاه های تبلیغاتی و پروپاگاندای حکومت است. ضمن که در جریان خیزش مردمی با وجود انکار جمهوری اسلامی و همصدایی ارکان حکومت اسلامی در سرکوب زنان سنگر تبلیغاتی هجاب اجباری تا حدود زیادی متزلزل شد. اعتراضات به حدی در ایران متنوع و فراگیر شد که نظام امکان بازگشت به شرایط پیش از جان باختن را پیدا نکرد. در این حال مبارزه فراگیر مدنی و سیاسی مردم ایران و تهدید دائم منتقدان و مخالفان دستگاه سرکوبگر جمهوری اسلامی را به شکل بی سابقه ای در معرض قضاوت افکار عمومی جهان قرار داد. هرچند اعتراض های مردم در طول دو سال گذشته آنگونه که بعضی مخالفان جمهوری اسلامی انتظار داشتند به براندازی فوری نظام منجر نشد اما تحولاتی را رقم زد که نشان داد تئوری اصلاح اوضاع در ایران جای خود را به مطالبه تغییر حکومت داده است خیزش مردمی مطالبه براندازی درخت تنومند انقلاب به تعبیر علی خامنه ای را مرئی کرد و آشکار کرد برای عبور از وضع فعلی تغییری فراتر از حل مشکلات اقتصادی و یا برداشتن هجاب اجباری مد نظر است. موضوع دیگری که با وجود به میدان آمدن همه نیروهای سیاسی جمهوری اسلامی با اسامی مختلف اعم از اصولگرا و اصلاح طلب در انتخابات اخیر محقق نشد، احیای مشروعیت نظام است. حد اقلی تر شدن مشروعیت جمهوری اسلامی حتی با شعارها و مشارکت اصلاح طلبان حکومتی به دلیل بیاعتمادی مردم نشان داد جامعه تا چه اندازه از شرایط پیش از خیزش سال 1401 فاصله گرفته است. اعتراف پزشکیان این طوری نمی شود ادامه داد. نخستین نشست خبری پزشکیان روز دوشنبه 26 شم شهریور از ساعت 15 به وقت ایران با حضور رسانه های داخلی و خارجی برگزار شد. قبلا وعده داده شده بود که این نشست در روز 16 همه تیر برگزار شود که لغو شد. مسعود پزشکیان در نشست امروز با اشاره به ناترازی برقی گازی مالی و سوخت گفت امکان ادامه وضعیت اقتصادی کشور با این شرایط روز به روز در حال بدتر شدن است او افزود: اینطوری نمی شود ادامه داد کمک کنید تا این ناترازی ها را حل کنیم خبرنگار الجزیره نیز با طرح موضوع شلیک اخیر موشک از سوی حسی های یمن به سوی اسرائیل از مسعود پزشکیان پرسید که آیا جمهوری اسلامی موشک هایپرسونیک یا تکنولوژی آن را به حسی ها داده است؟ پزشکیان در پاسخ با اذعان به اینکه نگاه جمهوری اسلامی و شبه نظامیان حسی نسبت به اسرائیل هماهنگ است گفت ایران نمیتواند موشک هایپرسونیک به یمن ارسال کند ما از آن نوع موشک اصلا در ایران نداریم پزشکیان در حالی وجود موشک های هایپرسونیک در ایران را رد کرده که سپاه پاستاران در چند نوبت از تولید چنین موشکهایی خبر داده و آبان ماه سال گذشته نوع جدیدی از آن را با نام فتاه دو معرفی کرد. دیروز ما شاهد بودیم گروه انصار الله یمن یه موشک هایپرسونیک علیه اسرائیل شلیک کردن و به هدف ظاهرا اصابت قرار داده. بعض از کارشناسان سیاسی میگویند که ایران یا موشک های هایپرسونیک به گروه انصار الله یمن داده یا حداقل تکنولوژی اون را به آنها انتقال داده بود بین این ترتیب سوال اینکه که در بهبوهی جنگ اسرائیل علیه غزه آیا ایران یک آزمایش موشک هارپ هایپرسونیک در یمن علیه اسرائیل آزمایش کرده؟ ببینید الان رفتن نیروی انسانی به یمن با یک هفته تاخیر شکل میگیره یعنی انسان اینجا بخواد بره یمن اونقدر گیر میدن یه هفته طول میکشه این موشک چجوری رفته اونجا اینو ناییدن؟ یعنی اصلا یه چنین چیزی نی تازه اون موشکی که اینا پرتاب کردن اون اصلا ما از اینا نداریم تو ایران این که اینا توان پیدا کردن این کارو بکنن کار یه روز و یه هفته و یه سال و دو سال نیست شما بهتر از من میدونید علم و مهارت چیزی است که در طی زمان به دست میاد به دست آوردن یه چنین تکنولوژی در طول مثلا این یک سال جنگ شما بپذیرید غیر ممکنه اما این که ما با هم هماهنگیم با همدیگه کمک میکنیم با اسرائیل که داره نسل کشی میکنه زن و بچه و پیر و جوان و میکشه نسبت به اون اعتراض داریم یک نگاه مشترکی است بالاخره دنیا واس در مقابل دیدگان دنیا اونجا دارن نسل کشی میکنن هیچ کم جلو نمیگیره آمریکا و اروپا هم به اونا هم موشک میدن هم بمب میدن هم هواپیما میدن هم دفاع میکنن خواه اگه اینا نسبت به اسرائیل و امنیتش نگرانن چرا به غزه و فلسطین و آدمایی که اینا ترور میکنن به اینا نگران نیستن گیر اینجاست حقوق بشر و دنیای متمدن باید اجازه نده یه آدم با قدرت خودشون و پشتیبانی اون قدرت ها مردم بی گناه رو اینجوری بمباران کنن نابود کنن و بعد بگن ایران به اینا موشک داده اینا خودشون میدونن اصلا ایران نمیتونه موشک بفرسته اونجا برای اینکه اصلا نفر میخواد بره اونجا یه هفته طول میکشه از چند تا کانال باید رد شه این موشک چجوری رفته اونجا از اون موشک ها ما اصلا تو ایران نداریم ایران هایپرسونیک داره نه از اون نوعش نداریم ما هایپرسونیک داریم ما اصلا موشک هوا کردن اون موشک به اصطلاح پرتابی او... رو که به هر حال فرستادیم اتر... یعنی ما الان ماهواره میفرستیم آسمون ما قدرت موشک داریم ولی اینکه ما به اونا موشک میدیم اونا تکنولوژی دارن قبل از اینکه اصلا این جنگ اتفاق بیفته یاد گرفتن اونا خودشون دارن تولید میکنن اینکه ما با هم ارتباط داریم با هم در یک نگاهیم بله با هم ارتباط داریم دلون میخواد ما نمیخوایم اسرائیل مردم رو نابود کنه همون قوانین بین المللی که اینا میگن مال سازمان ملله مال دنیاست همونو رو کنن کجا قوانین بین المللی اجازه داده در یه جنگ زن و بچه و پیر و مریض و جوان رو بکشی کجا اجازه داده بیمارستان رو بمباران کنی چرا اینا در مقابل این حرف بی تفاوت اینا انسان هم متشکرم از خبرنگار محترم شبکه الجزیره پزشکیان در حالی وجود موشک های هایپرسونیک در ایران را رد کرده که سپاه پاسداران در چند نوبت از تولید چنین موشکهایی خبر داده و آبان ماه سال گذشته نوع جدیدی از آن را با نام فتاه دو معرفی کرد. ارتش افتخارآمیز یمن هم امروز پای تخت و مرکز فساد رژیم سیاریستی تلاویو را با موشک مافوق سوت مورد هدف قرار داد. یک هدف بسیار یک اصابت بسیار موفقیت آمیز اینا نشانه های پیشرفت در جهان اسلام هست نشانه های اینکه جبهه مقاومت در واقع در مسیر آن قرار داره که ملت های مسلمان را در کنار هم قرار بده و این مسیر از جهاد مقدسی میگذرد که با اشغالگران قدس و با اشغالگران فلسطین این جهاد مقدس بعد از دوره دفاع مقدس ادامه پیدا کرد و مراحلی که در جبه های مقامت سپری شد و امروز ما شاهد جلوه های زیبای اون هستیم ارتش اسرائیل نیز در گزارش دیشب خود درباره موشکی که حوثی های یمنی روز یکشنبه به مرکز اسرائیل شلیک کردند ادعای این گروه در خصوص هایپرسونیک بودن موشک را رد کرد ارتش اسرائیل اعلام کرد دشمنان اسرائیل موشک مافوق صوت ندارند. بنیامین نتانیاهو یک شنبه در نشست کابینه گفت اسرائیل از حوسی ها به های سنگینی خواهند گرفت. او گفت هر کس در این مورد نیاز به یادآوری دارد بندر هدیده را به یاد داشته باشد. اشاره نتانیاهو به حمله اسرائیل به هدیده در روز سیوم تیر امسال یک روز پس از تهاجم پهبادی حوسی ها علیه تلاویو بود که جان یک شهروند اسرائیلی را گرفت. تأسیسات زیادی در بندر هدیده در حمله اسرائیلی منهدم شد. حوثی به مدت هشت هفته به حمله در هدیده واکنش نشان نداده بودند. قرار بود یک روز پس از برگزاری دور دوم انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در روز 15 همه تیر پزشکیان به سوالات خبرنگاران پاسخ دهد. اما ستاد انتخاباتی او بدون اشاره به دلیلی مشخص اعلام کرد این رویداد به زمان دیگری مکول شده است. همزمان سایت امتداد وابسته به اصلاح طلبان نوشت دلیل لغو نشست مطبوعاتی رفتن پزشکیان به دیدار با علی خامنه در همان ساعت بود است محمد حسین رنجبران مجدی صدا و سیما هم در حساب ایکس خود به این دیدار اشاره کرد و نوشت خامنه در این دیدار توصیه های مهمی به پزشکیان کرد همراهان عزیز و گرانقدر به پایان این برنامه خبری از آوای ایران رسیدیم شب بر همگی خوش پاینده ایران